بسم الله الرحمن الرحیم با درود سلام بحث ماهیت نظام بین الملل و تعاولات و بسترهای تاریخی که منجر به تغییر در ماهیت نظام بین الملل میشه یکی از موضوعات بسیار اساسی است که به سرنوشت تمام انسانهای روی زمین و خصوص کشور خود ما که در بانوان یک متغیر وابسته اماره است فعالات و تحولات در تغییر در ماهیت نظام بین الملل متاثر شده خیلی ها مهم است بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و فرورخت نظام دو قطبی در واقع ایالات متحده آمریکا به عنوان یک تاز میدان باقی ماند تا حدود نظام تطربی ربی ریالات متحده آمریکا مشابه به یک نظام تک قطبی بود اگرچه بعد اندرس یعنی 8 سال بعد از 1992 تا 19 تا دو سال 2000 اه که هم چین به رشد اقتصادی قابل توجه رسه بود به عنوان قدرت اقتصادی مطرح بود و هم روسیه تحت رابری پوتین یک تحرکات را آغاز کردن که در واقع دشمنی با مش یا راهبرد هژمونی لبرال آمریکا داشت در واقع دنیا از لازم ماهیت یا نظام بین از لازم ماهیت ساختار و سیستم خود بسیار مشابه به یک نظام یک قطبی چند قطبی بود که بعد اون رو به نام سلسله مراتبی را میاد میکردن بر صورتش از لحاظ ثبات و پایداری باور جمعی به با است که نظام بین الملل دو مناطف که در زمان جنگ سرد که متشکل دو, ش... قطب شرق و غرب یا اتحاد شوروی سابق و ایالات متحده امریکا بود به عنوان ثابت ترین و پایدار ترین و در واقع با ترین نظام حساب میشد بر صورتش بعد از پروشت سرساموار اقتصادی چین تحولات اخیر در شرق اروپا تحرکات رک روسیه از سال 2008 از جنگ با گرجستان و بعد الحاق کریمه و در نقش رک در تحولات خوارمیانه بازی کرد به با، با وضوع نشان میده که جهان داره به طرف یک تحول بسیار جدید در نظم ملال پیش میده صورتش در این عرصه تیوری موجود که میتونسته دقل بر تبین بیشتر این موضوع از لازم مفهومی کمک بکنه که بر ما دقل نشان بده یا وضاحت بده که دنیای پس گذار چگونه دنیایی است یک مقدار در تبین هایش ناکام است چرا تیوری انتقال قدرت یا پاور ترانزیشن تیوری در واقع بستر تمام تحولات و رخدادها و تغییرات را منجر به یک تغییر سیستمی در نظام بین الملل میشه به اساس شکست یک قدرت و جایگزینیش با قدرت دیگر یا در واقع به اساس یک جنگ و منازعه نظامی است که تحول میپذیره و میتونه تبینش بکنه اما در شرایط حاضر که بازدارندگی اتمی تسلیحات اتمی و قراردادها و پیمانهای های بین المللی وابستگی متقابل و مسائل دیگه که می همزمان باعث جلوگیری از جنگ مستقیم میان یعنی قدرت ها شوه در واقع این تیوری نمیتونه تبینی موضوعات پیش بکشه بنان با من نظر داشته گمانزنی هایی که فعلا وجود داره که تا سال 2050 2040 الى 2050 پنجای میلادی قدرت از قدرت و ثروت هر دوش از اروپا و امریکا به آسیا انتقال میکنن این پیش ها را میکشه که حداقل نظام بعد از نظام فیلی که یک حالت گذار است یک نظام پس است و در این نظام پس یک سلسله ویژگی های وجود دارد که ما می خواهیم به صورت بسیار مشخص و مختصر خدمت را بکنم خب اولین ویژگی نظام پسا گذار یا پس قطبی انارشیزم است اگرچه از لحاظ نظریه واقع گرایی نظام پساقطبی یا در واقع ما انارشیزم حاکم به نظام بین یک از خصوصیاتی است که به هیچ وجه به معنای حراج و مرج نیست بلکه به معنای فقدان یک اقتدار مرکزی است که بتونه نظم و ثبات را بکنه به این معنا که هیچ کشور از کشور دیگه طبیعت نمیکنه و هرکی به دنبال منافع خود است اصل خودیاری بقا و دولت محوری و که دولت ها بازیگرای اقلایی هستند از جمله مشخصات ای نظام است بنان انارشیزم که مکان به یک از مشخص های نظام باقی میمانه و امی خصوصیت شده در نظام پاساگزار یا پاسا هم حفظ خواهد کرد دومین ویژگی نظام پاسا قطبی یا پاساگزار عبارت هست حصر تابوشکنی هست همطور که ما دیدیم بسیار از مختلفین ایالات متحده امریکا و انگلیس و کشورهای دیگه در آفریقا و در آسیا امروز یک گردش بسیار دراماتیک داشتن به طرف حریفه و طرف حریفا و رقابایشان وقتی شما از کشورهای عربی میبینید که درخواست میکنن از بریکس دو عضویت کسب بکنن یا بعض کشورهای آفریقایی تمرد میکنن از سیاست های ایالات متحده آمریکا و فرانسه و مست... اه... 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 کشورهای قبلا مستمری از اونا بودن این در واقع نشان میده که خصوصیت کمکام نظام پسا قطبی و فیلم فیلی میتونه کمک بکنه و بنان اثر تابو شکنی یا اطاعت بدون قید شرط به معنای اطاعت قد... بدون قید شرط است و این میتونه به نوبه خود به عنوان یک از ویژگی ویجاگای... های نظام پسا قطبی محسوب شود اصل ویژگی سیام عبارت است این است که اصر یا نظام پسا قطبی در واقع نظامی است که در او اصر فقدان یک ایدولوژی دولتی است اگرچه چه ایدولوژی راست و افراطی و ایدولوژی میانه و لیبرال کماکان در جایشان باقی میمانند. ولی به هیچ عنوان به عنوان یک ایدولوژی دولتی نمیتونن مطرح شوند اگر که دولت ها به با مسابه بازیگرای اقلایی در جهت تحصیل منافعشان میتونن از ای ایدولوژی کماکان استفاده بکنن به عنوان از اونو سود ببرن مشخصه نظام پساگذار در واقع عصر اجمونی زبانی فرنگی است و بسیار دولت ها در این خصوص کوشش میکنند نوزای جغرافی را تحت اجمونی فرنگی و زبانی خود در بیارند ما از مثال های زیاده در کشورهای ترک زبان پان یا حوزه پانترکیزم یا های پانترکیسی ترکیه داریم حوزه فارسی زبان است و عرب است و مسائل دیگه که میتونه حداقل یا اوزی که مربوط جنوب آسیا میشه بیشتر ایندیا تمایل دارن تا هم ایدئولوژی اندی رو از زنده تحمل بکنن یکی از ویژگی است که مکان در این عرصه باقی میمونه ویژگی پنجم به از این است که در, در عصر پساگزار در واقع دولت ها کنون های منازعه برای تحصیل منافع خودشان استفاده میکنند. کنند کنونای منازع کنونای است که در اونجا منازع و تشنج و درگیری به صورت مستمر و نهادی نشده جریان داره و کمکان بازگیرهای دولتی و غیر دولتی که در او سعیم هستند به طرف های مربوط میشن و امایت میشن بنابراین در, در این اثر استفاده از است کنونای منازع جهت تحصیل منافع جیوپولیتیک جیو, جیو استراتژیک و جیو کلچر به از گزینه های قابل بس باقی میمانند اصل پنجم عبارت از عصر آیدولوژی است که نمیتواند اقل آیدولوژی دولتی محسوب شود ولی عنوان یک حربه هم تو قبل زیاد کردیم در خدمت دولت ها منافش باقی میمانه این آیدولوژی اگر چی فعلا با مقامت شدید دولت ها موجود است ولی اقل در در راز عنوان یک حربه باقی میمانه و به عنوان یک آیدولوژی دولتی مطرح شود وابستگی متقابل احتیاج به با مواد خام بازدارندگی و پیمانهای حقوقی تا حدود زیاد نمیتونن تضمین به صلح و ثبات و امنیت جهانی باشند و باعث جلوگیری از منازعه در میان قدرت های بزرگ شوند اثر پساگزار در واقع دوران رقابت میان منابع کمیاب انرژی آب و مسائل دیگه است که میتوند جزت گسترش سایه یا پیشرفت تکنولوژی استفاده شد مثلا لیتیم و استفاده فوقالعاده از ماشین‌های برقی هواپیمای بدون سرنشینی که از باتری ها استفاده میکنن واسه الکترونیکی یا فناوری الکترونیک مانند کامپیوتر تلفن های تمام از محتاج به لیتیم مثلا قدرت های بزرگ کمکان در تلاش هستند تا این منابع را تحت کنترل داشته باشند و در جهت رشد اقتصادی و رشد فناوری یا توان ظرفیت فناوری خود از او استفاده بکنند دومین ویژگی عبارت از این است که جغرافیا هم که در خدمت منافع استراتژیک در محور بازی های جیوپولیتیک قرار میگیره یعنی به این معنا که خود اصل جغرافیا به عنوان یک محور جیوپولیتیک مطرح نیست ولی موقعت جغرافیایش به عنوان یک زیرمجموعه جیوپولیتیک به عنوان جیو استراتژی جیوپولیتیک و جیو استراتژی و جیو و جیو کلچر به عنوان معلف های راهبردی دولت ها جاتر در جهت رسیدن به اهدافشان در صحنه مبارزه میان قدرت‌ها محسوب شود یازدهمین مشخصه عبارت از این است که نقش دولت ها در تعاملات و پویه سیاسی همچنان برجسته میمانه با من نظر داشت از اینکه بازیگرهای غیر دولتی کمکان خود خدا نفس میکنند و در, در جهت رسیدن ولی در جهت رسیدن منافعشان نیاز به کمک دولت ها دارند که میتونه به عنوان یک اصر اقتدارگرایی دولتی مطرح شود که کماکان دولت‌ها در محور بازی‌های سیاسی قرار دارند و بازیگران غیر دولتی به عنوان اربا و ابزار از طرف استفاده میشن ولی به هیچ صورت به این نیست که نقش دولت ختم می‌شه. دوازدهمین مشخصه نظام پساگزار عبارت است است که ما شاید یک روایت جدید از هویت خودبیت در قالب فاشیزم هستیم که به مسابقه یک از جدید در تعاملات در اون سیستمی در نظام بین مطرح شده. همطور که ما بیشتر از عوضه فارسی زبان، ترک زبان یا جنوب آسیا یا عوضه اندوز که بیشتر بر ایدروژی اندویزم هستن اینا عوضه هایی هستند که کمکان در جهت تسخیر جغرافی های بیشتر و تحت کنترول داشتن آنها تحت اجمونی فرهنگی و زبانی و فاشیزم، فاشیزم فرنگی واقعی میمونه ما منازعات هم این مناطق در, در واقع واقع میشه در مو امتداد خطوط گسل فرهنگی تمدنی و زبانی هست که است که اتفاق میفته سیزده ویژگی نظام بایلملالی است که معامای امنیتی میان دولت ها منعیس بازیگرای اقلایی با عنوان یک یکی از گزارای اصلی تشنج نظام و منازعه میان دولت ها باقی میمانه به با این که خب مامای دولتی را میفهمیم که افزایش یا اقدامات یک دولت بر افزایش امنیتش که منجر به ادراک این شوه که دولت دیگه کاهش میافه این معمای امنیتی است بنان تمام معمای امنیتی در قالب سازنگاری امو ذهنیت اصلی رابط و خطوط دوستی و دشمنی را مشخص میسازه و ویژگی دیگه ای که میتونه در واقع در واقع مطرح شوی است که اتحادها و ائتلاف به شکل دائمی به شکل دائمی وجود نداره ولی ائتلاف های موقتی در جهت تحصیل منافع یا آمدن به هر یک منافع میتونه بیشتر میان دولت ها مطرح باشه به با لحاظ است که ما از قطبیت فرنگی و تمدنی صحبت میکنیم نه از قطبیت سیاسی و ایدئولوژیک به عنوان نتیجه گیری میتونیم بگویم که جهان پس قطبی یک جهان نزاع آشوب و از و با خصوصیت با حفظ خصوصیت نارشیکش و همون گزارای تنش و نزا دنیای سازنگارانه را مبتنی بر معمای امنیتی میان دولت ها و بازیگران دولتی چکل میتن به این حساب تنش و نزای امنیتی و جبارز این نظام این نزا محسوب میشه تا دیدار بعد خدا نگهدار